پاپ فرانسیس روز 16 اسفند 99 در ملاقاتی بی سابقه با آیت الله سیستانی در منزل او در نجف دیدار کرد. این دیدار 54 دقیقه طول کشید و بدون حضور خبرنگاران و بدون برگزاری تشریفات معمول انجام شد. دفتر آیت الله سیستانی گفته او در این دیدار درباره سرکوب آزادهای اساسی در کشورهای مختلف صحبت کرده. واتیکان هم در بیانیه خود گفته پاپ در این دیدار بر اهمیت همکاری ادیان و مذاهب مختلف تأکید کرد. پیشتر اسقف اعظم کلیسای کلدانی عراق گفته بود قرار است در این دیدار سند اخوت برای صلح جهانی به امضا برسد. این سند پیشتر در دیدار پاپ با شیخ احمد الطیب رئیس فعلی الازهر مصر امضا شده بود. با این حال گویا چنین سندی در دیدار پاپ فرانسیس و آیت الله سیستانی امضا نشده است. همچنین برخی رسانه ها مدعی شده بودند که آیت الله سیستانی شرط کرده هیچ مقام عراقی در این دیدار حاضر نباشد. این ادعا البته مهم به نظر نمی رسد، زیرا معدود دیدارهای آیت الله سیستانی معمولاً بدون حضور مقامات انجام می شود. سفر پاپ فرانسیس به عراق نخستین سفر یک پاپ به این کشور و اولین سفر پاپ فرانسیس پس از کرونا است. دیدار پاپ با آیت الله سیستانی را باید نقطه عطفی در گفتگوهای بین ادیان در دنیا دانست. دو طرف تأکید کردند که رهبران مذهبی باید برای جلوگیری از جنگ، محاصره اقتصادی و آوارگی ایفای نقش کنند. پاپ درباره این سفر گفته بود خود را ملزم به انجام وظیفه می‌داند و این سفر را به عنوان زائر صلح انجام می‌دهد. پاپ فرانسیس از زمانی که رهبر کاتولیک‌های جهان شده، رویکرد سنتی واتیکان را به دیپلماسی دینی تغییر داده. هم پاپ و هم آیت الله سیستانی پیشتر بارها بر استفاده از گفتگو و رعایت اصول تکثر و برابری تأکید کرده بودند. دیدار آنها از این جهت که عراق محل زندگی طیفی از پیروان مذاهب و فرقه هاست نیز اهمیت مضاعفی پیدا کرده. کارشناسان معتقدند این دیدار میتواند تا حدود زیادی تنش‌های فرقه‌ای در عراق را که پس از حمله آمریکا و هجوم داعش شعله‌ور شد کاهش دهد.